بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما عزیزان بخیر. باز هم امیدوارم که صحت و سلامت باشین. درس امروز ما درس 12 از سمستر 10 که عنوان درس ما ولادت محولی بعد از سزارین و سزارین هیستریکتومیه. و پیش از اینکه ما این درس رو توضیح بدیم، قسمت از مراقبت های بعد از عملیات باقی مانده بود که جمله مربوط به اختلاطات عظیم شد. گیر به شما اول توضیح میدم. اختلاطاتی که بعد از عملیات در نزد خانم به وجود میه چی نوع اختلاطاتیه؟ مثلا خطر مرگ و میر مادره. زمانی که سنجش کردن گفتن در سزارینی که به شکل انتخابی انجام میشه 3 برابر ولادت محبلیه. یعنی سزارین که ما به صورت انتخابی هم اگر در نظر بگیریم، خانم به شکل عاجل نباشه، خود از خواسته باشه که ما سزارین کنیم، باز هم مرگ و میر ازی 3 برابر ولادت محبلی زیاده. امروز گفته بیشترین علت مرگ و میر مادر چی تشکیل میده؟ ترومب و امبولی ها تشکیل میده، مثل امبولی ریه. دلیل ازی چیه؟ عدم تحرکیت مادره. یعنی مادر زمانی که عملیات میشه، عملیات سزارین، دکتر باید هرچی عاجلتر مریض رو متحرک بسازه. مریض رو ما گفتیم کوشش میکنیم که هرچی عاجلتر تنفس عمیق بکشه، سرفه کنه خانم، و این هم برای مادر بسیار کمک کننده، از اتلک تعذیر ریوی جلوگیری میکنه و حتی متحرک کردن مادر از امبولی های ریوی جلوگیری میکنه در نزد مادر. مرگ و میر مادر فوق العاده کاهش میده. چریک مادری که عملیات میشه تا طی 6 ساعت بعد از عملیات، بعد از ولادت حتی حالت نرمال، تا به 6 ساعت بعد از عملیات حرکات خود شرائین در اطراف سفلی، حرکات وریدا بسیار بطی میشه، زمینه برای ترومبو امبولی ها مساعد میسازه. حتی گفته تا مدت 3 هفته در نزد مادر بسیار خطرناکه. به این دلیل ما کوشش میکنیم که چی ولادت محبلی کنه، چی سزارین کنه خانم، باید هرچی عاجلتر متحرک ساخته شه که خطر مرگ و میر از این ما پایین بیاریم. اختلاطات مقدمه که در زازی به وجود میایه در 25% از موارد اختلاطات به صورت مقدم ایجاد میشه. ما اختلاطات از اینا میتونه به شکل مقدم باشه، به شکل مؤخر باشه که ما مطالعه میکنیم. 25% موارد اختلاطات به صورت مقدم ایجاد میشه و این علائم از چیه؟ زیاد دفعتن مریض میبینیم تب میکنه بدون از اینکه کدام علت وجود داشته باشه. تب بدون علت در نزد مادر میتونه از جمله اختلاطات مقدم عملیات باشه. اندومتریت میتونه التهابی میشه، کامل اندومتر خانم التهابی میشه. منتن شدن جرحه، مریض عملیات شده، جرحه بسته شده ولی نواحی جرحه عفونت میکنه. افرازات بسیار قیهی داره، افرازات آب مانند داره که باید ای از جمله اختلاطات مقدمه که باید برای ازی رسیدگی کرده شه، آنتی بیوتیک ازی تغییر داده شه، رژیم غذایی ازی تغییر داده شه، افتو داده شه، نهیه خشک شه، هر لحظه پانسمان شه تا بتونه که مجادله شه با این میکروب و منتن شدن ساحه برطرف شه. خونریزی در نزد خانم میتونه از به صورت وجینال خونریزی بده، میتونه به صورت داخلی خونریزی بده که از جمله اختلاطات مقدمه در نزد خانم به وجود میاد. اگر خانم چون به علت دردای بسیار شدیدی که در بطن ازی بعد از بین رفتن انستیزی ایجاد میشه، خانم های هستن که کوشش میکنن هیچ نوع حرکت به خود ایجاد نکنن و درد در احساس نکنن، کوشش میکنن تنفس بسیار سطحی بکشن. تنفس سطحی در نظر از اونا میتونه سبب کلپس شدن الویول ها میشه، ششار کلپس میده، میتونه مریض به طرف چی میباره؟ به طرف داد شدن و به طرف تنفس خراب و به طرف مشکلات های تنفسی میبره و مریض رو یعنی دایت میده. اگر ما متوجه نشیم و ما به این دلیل بریم مریض کمک که میکنه، میگیم تنفس عمیق بکشه و سرفه کنه خانم تا ای که شش های به صورت درست پاک شه، تنفس عمیق تر بکشه، اکسیژن شن بیشتر کنه به شش ها تا از این حالت بیرون شه. از پایل شن از جمله اختلاطات مقدمه. مثلا خانم اگر ما متوجه نشیم، رأس خانم باید به حالت ریکاوری پوزیشن باشه، به طرف چپ باید تدور داده شه. اگر او حالت ما در نظر نگیریم، مریضی که بیهوش باشه احتمال استفراغ در نظر ازی هست و احتمال ازی هست که محتویات استفراغ به ششا ازی بره و بالاخره اسپایر شن بسازه، اسپایر شن نمونی و بالاخره طرق تنفسی ازی بند کنه. حتی اگر مقدار مواد غذایی زیاد باشه و پارچه های ازی بزرگتر باشه و اسیدیتی ازی بالا باشه، تا سبب انسداد کامل طرق تنفسی میشه و مریض دایت میکنه اگر ما به
صورت عاجل برای از این نرسیم. این جمله اختلالاتی که به شکل مقدم به وجود میه. عفونت ادرار مری سیستایتس پیدا میکنه. از جمله اختلالات میتونه ترومبو فلبیت به وجود بیاره. که این جمله چیه؟ اختلالات مقدمیه که در نزد خانم به وجود میه. و همچنین اختلالاتی که به شکل مؤخر به وجود میه. این اختلالات مؤخر از چیه؟ مثل جرح کامل باز میشه. مریض به پهلو ازی که عفونت کرده بوده میبینیم یک لایه دو لایه و سه لایه جلدی کامل باز شده، کامل طبقات باز شده. یا جمله اختلالاتی که مؤخرتر بعد از چندین روز، 5 الی 6 روز بعد از عملیات در نزد خانم به وجود میاد، انسداد امعا به وجود میاد. مریض همو ایلیوسی که ساخته بوده همو برطرف نمیشه، انسداد امعا میسازه که ما مجبور میشه بعد از 3 الی 4 روز بعد مریض باز کنیم و مریض کمک کنیم از این حالت رو بیرون کنیم. و همچنین انسداد هم آغفته زیادتر به علت چسبندگی ها به وجود میه. اگر ما داخل بطنر خونی که میریز داخل بطن به صورت درست پاک نکنیم، بطنر به صورت درست لواش ندیم، پس به این دلیل همون مقدار خونی که به علت باز شدن شرایی نزد مریض ایجاد شده یا علاقاتی که در داخل بطن میتونه سبب چسبندگی امعا و سرب میشه و نواحیل میچسبونه و بالاخره چسبندگی نواحی زمانی که مریض متحرک میشه، مریض غذا میخوره، میتونه که سبب چی میشه؟ انسداد میشه در نزد از اون که هر دو در شکل کلاسیک گفته شایع‌تره. پس زیادتر در شکل کلاسیک، یعنی اگر شق ما به شکل عمود بالای جسم رحم بدیم، این شق شق کلاسیک میه که میتونه چسبندگی ها در شق کلاسیک زیادتره، خونریزی ها در شق کلاسیک زیادتره، که به این حالتا ما اختلالات مؤخر میگیم که بعد از چند روزی در نزد خانم به وجود میه و پس ایجاب عملیات دوباره در نزد خانم میکنه. و همچنین ما موضوع امروز ما بود ولادت محولی بعد از سزارین. ولادت محولی بعد از سزارین و اینجا ما یک اصطلاحی داریم که به نام ویجنال برت افتر پریویوس سی یاد میکنه، یعنی ولادت محولی بعد از سزارین. یه گفته که ولادت محولی بعد از سزارین در حدود 60-80% موارد موفقیت آمیزه، یعنی خانومی که یک دفعه سزارین میکنه میتونه در حدود 60-80% از موارد میتونه پس ولادت میتونه دوباره سزارین نشه و ولادت محولی انجام بشه. در نزد از او میزان مرگ و میر مادر و جنین زمانی که سنجش کردن دیدن هیچ نوع تفاوتی بین سزارین بعدی و ولادت محولی نداره، پس تفاوت نداره. گفته اگر معیارات لازمه در نزد مادر به صورت کامل موجود باشه که استتباب ولادت محولی میگذارن، پس میتونه که یک ترای یک امتحان در نزد مادر ایجاد شه، از راه مادر دوباره پس کاندید سزارین نشه، یک کوشیشی بشه فنا به خدا خانم بلکن ولادت محولی انجام بشه در نزد از او، که ولادت محولی بر ولادت سزارین نظر به اختلالاتی که داره ولادت سزارین ارجحیت داره. ولادت محولی نسبت به ای که ولادت سزارین اختلالات بیشتر نسبت به ولادت محولی داره، ولادت محولی ارجحیت داره. معیارهای لازم برای یک ولادت وی بک، ما وی بک میگیم، اصطلاحی که گاهی اوقات من حیث یک دکتر شاید به زود متوجه شیم، میگه خانم وی بکه. وی بک یعنی ویجنال برت افتر سزارین، این به نام وی بک یاد میکنم. معیارات از این چیه؟ یک رضایت مریضه، مریض 3-4 سال پیش ولادت شده، عملیات شده، ولی حال علاقمنده که سزار ولادت محولیشه، ما باید برای مریض حق بدیم، رضایت مریض ارجحیت قائل بدیم، برای از او ارزش قائل بشیم، برای از او رضایت مادر، که از جمله استتبابات ولادت محولیه. سابقه سزارین از این ما به صورت درست بررسی میکنیم که باید شق به صورت لو ترانسورس بوده، در سکمر سفلی به شکل مسترز ایجاد شده بوده، مریض به صورت نرمال سزارین شده بوده، هیچ نوع تزیقی در کانال ولادی در معاینه محولی که ما انجام میدیم نیافتیم. دوری قبلی از این بدون کدام عوارضی، مثلا مریض راحت سزارین شده بوده بدون از اینکه مریض پارگی رحم یا یوترس رپچر داشته، ما مریض راحت سزارین شده بوده و مریض وزن جنین ما جست میکنه و سر بطن، باید جنین از این مکروزوم نباشه، وزن بسیار زیاده نداشته باشه، یعنی زمان ما اجازه ولادت محبلی در مریضان سزارینی میدیم که وزن از اون در حدود 3 کیلو یا کمتر از 3 کیلو باشه، اطلان های غیر طبیعی نباشه، مریض جنین بریچ نباشه، جنین ترانسورس نباشه، جنین وضعیت اوبلیکر نداشته باشه و همچنین هیچ نوع مانعی، یعنی منع قطعی برای ولادت محولی در نظر از اینا نباشه. مثل چی؟ مثل مریض اگر سزارین شده باشه، همین سزارین قبلی از این برش به شکل کلاسیک باشه یا تی شیپ باشه، برش کلاسیک باز هم میگم شق عمودی که والا جسم رحم ایجاد شده باشه،
ای هیچ زمان ولادت محولی کرده نمیتونه، و یا اگر شق ما به شکل مستعرض در نهیه سگمنت سفلی باشه که نظر به امکانات لازمه و چیشم دید نتونیم ما جنینر بکشیم، مشکلات دیگه داشته باشه که نتونیم ما بکشیم جنینر، ما مجبور میشیم که شق به شکل عمود بر جسم رحم میباریم، یعنی تقریبا شق کلاسیک رحم با شق مستعرض سگمنت سفلی همراه میسازیم که این شکل تیر بخو میگیره، تی سرچپه که ما به نام تی شپ یاد میکنیم. اگر همی دو شق در نزد خانم موجود بود، ای اسم منع قطعی ولادت محولیه، یعنی خانم در این حالت ها اصلا نمیتونه ولادت محولی انجام بده، چون کوچکترین تقلص که نزد از ایجاد شد عاجل رحم باز میشه، اول طفل دایت میشه و به تعقیب از این مادر دایت میشه. پس به این دلیل ما مریضر از نظر از این معیارات مورد بررسی قرار میدیم که کامل این معیارات نزد خانم باشه، و در ضمن چیز دیگه که بسیار مهمه، باید فاصله بین ولادت عزیز زیاد باشه، یعنی بعد از 2 سال خانم حمل گرفته باشه. اگر خانم همه معیارات را داشته باشه و آماده برای پروسی ولادت محولی باشه، ولی وقتی که از این تایمر میپرسیم تقریبا 1 سال از عملیات از این گذشته باشه، پس به این دلیل مریض عاجل کاندید سزارین میکنیم، اجازه نمیدیم که مریض به صورت محولی ولادت کنه. یعنی مدت فاصله بین سزارین از این تا ولادت محولی باید کمتر از 1.5 سال نباشه. اگر در حدود 1.5 سال باشه مریض پس کاندید سزارین میکنیم، و بالاتر از 1.5 سال میتونه که راحت ولادت کنه. و همچنین یک اصطلاح دیگه داریم به نام سزارین هیستریکتومی. سزارین هیستریکتومی چه قسم می باشه؟ این در حالاتیه که مریض ما سزارین میکنیم، دفعتاً در هنگام سزارین مریض ضرورت به هیستریکتومی پیدا میکنه. دو حالت داره یا به دو گروه تقسیم میشه، یا یکی به شکل عاجل و یکی به شکل غیر عاجل مریض هیستریکتومی میشه. به شکل عاجل در چی حالت ها هیستریکتومی میشه؟ زمانی که مریض مثلا، ما در چند حالت داریم، زمانی که مریض مثلا ولادت میکنه، در بعد از ولادت یک خونریزی بسیار وسیع در نزد خانم ایجاد میشه، یک اتونی بسیار شدیدی در نزد خانم به وجود آمده، مریض نمیتونه که ما نمیتونیم خونریزی از این کنترل بسازیم، عاجل مریض کاندید سزارین میکنیم، این هیستریکتومی بعد از ولادته. ولی اگر هیستریکتومی بعد از سزارین باشه، مریض هی سزارین میکنیم، بعد از اینکه طفل کشیدیم، پلاسنتار کشیدیم، متوجه میشیم که رحم خور جمع نمیکنه، رحم تقلص نمیکنه، خونریزی بسیار شدیدی در نزد خانم موجوده. علت های مختلفه ممکنه، این خونریزی از این یا ای که رحم اتون بوده، اتونه، رحم تقلص نمیکنه، ما اکسیتوسین هر قدر استفاده کردیم، هر قدر امکاناتی که به دسترس ما بود به خاطر توقف خونریزی انجام دادیم، ولی باز هم خونریزی نتونستیم کاور بسازیم، به این دلیل مریض عاجل هیستریکتومی میکنیم به خاطر نجات جان مادر. اگر پلاسنتار دیدیم که ما نتونستیم بکشیم، پلاسنتا قرص شده به شکل پلاسنتا اکرتا، پلاسنتا پرکرتا، پلاسنتا انکرتا، در این حالتا پلاسنتا قرص شده در طبقات رحم، در طبقه میومتر یا خارج از طبقات رحم قرص شده و ارگانهای خارجی از این رسانده خود، پس به این دلیل ما دیگه چاره به جز از وردشتن رحم نداریم. یعنی در نزد مادر ما چه کار میکنیم؟ هیستریکتومی میکنیم. و یا رحم میبینیم که تقلص نکرده، دلیل از این عفونت های بسیار شدید رحمیه، که در عفونت های شدید رحمی رحم اصلا تقلص نمیکنه، حالت افتاده و حالت شل و حالت اتونیر داره، که در این حالت ها زمانی که رحم حالت اتونیر داشته باشه، اویه نمیتونه که تقلص کنه، به علت جمع شدن رحم اویه هم تجمع پیدا کنه و حالت استرخار نداشته باشه و خونریزی متوقف بسازه. پس زمانی که رحم اتون باشه، شرائین حالت استرخار داره و شرائین تقبص نمیکنه و بالاخره شرائین سرا از اونا بازه و خونریزی بسیار شدید و فورانی در نزد مادر به وجود میایه، که به خاطر نجات جان مادر معاجل مگرم سزارین نزد از اینا انجام بده. گاهی اوقات خانم میبینیم که دیگه مشکلات نداره، اتونی رحم نیه، ولی خونریزی هیچ نوع با هر نوع امکاناتی که به دست رست داریم، هر خدمتی که برای توقف خونریزی انجام میدیم، ولی باز هم میبینیم خونریزی ادامه داره، خونریزی بسیار وسیعه در نزد خانم موجوده، که ما نسبت میدیم به اختلالات انعقادی. ممکنه مریض از نظر فکتورهای انعقادی مشکل داشته باشه،
به این دلیل ما کمک دیگه کرده نمیتونیم بریم مریض، مجبور میشیم به خاطر توقف خونریزی در نزد مادر ما عاجل مریض هیستریکتومی کنیم تا سبب نجات جان مادر شیم. یه جمله چیایی بود؟ گروپ عاجل بود که یعنی به شکل عاجل در هنگام سزارین ما مریض هیستریکتومی میکنیم، ولی در بعضی موارد به شکل غیر عاجل هم میتونیم ما مریض هیستریکتومی کنیم. در چی حالتا؟ مثلا مریض چی کردیم؟ مریض کانسر عنق رحم داره، کانسر در قسمت عنق رحم یا سرطان در قسمت عنق رحم وجود داره، به خاطر پیشرفت از در مراحل بعدی که به ارگانهای مجاور نرسه رحم مبتلا نسازه، ما مجبور میشیم که رحم ورداریم کامل، هیستریکتومی در نزدی انجام بدیم. اگر فیبروم بسیار بزرگی در رحم باشه میتونیم ما چه کار کنیم؟ رحم ور میداریم، دیگه ضرورت نیوری از این که ما رحم نگاه داریم. و یا اگر دیسپلزی عنق رحم بوده باشه، یعنی نسج عنق رحم کاملا به طرف کانسر رفته باشه، ما نزد مریض یک آزمایش به نام پاپ اسمیر موجوده که پاپ اسمیر آزمایشیه که مواد رنگیر ما در عنق رحم تطبیق میکنیم، تغییرات در انساج خود عنق رحم به وجود میایه که این تغییراتی که ایجاد شد دلالت به این میکنه که آیا این خانم به طرف کانسر رفته یا نرفته به طرف کانسر. تغییراتی که به وجود میایه دلالت به این میکنه که خانم به طرف کانسر پیش میره. پس به خاطر جلوگیری از این که باز چند سال بعد خانم وضعیت خراب کنه یا به صورت سری خانم به طرف کانسر ارگانهای دیگه بره و کانسر رحم بسازه، به خاطر جلوگیری از این مریض ما هیستریکتومی میکنه. پس ما هیستریکتومی به دو شکل داریم، به شکل عاجل داریم که در هنگام سزارین نزد خانم اجرا میکنیم، و به شکل غیر عاجل داریم که میتونیم نظر به مشکلات هایی که نزد خانم موجوده ما هیستریکتومی نزد ازی ایجاد کنه. تشکر عزیزان، امیدوارم چیزی فهمیده باشیم. درس امروز ما و این فصل ما به همینجی به پایان میرسه. امیدوارم همه شما در صحت کامل به سر ببرین و این پروسه ای آنلاین به خیر تمام شد.